اینجا خیابون نیاورانه در تهران. اونجایی که میبینین الان نوشته سوپر گل سنگ، قبلا یه گل فروشی بود 50 سال پیش، و اینجا اصلا کلش خیابون بود، اینقدر خونه و اینا نبود. بعد یعنی امروز فردا برای اون، برای که من دارم امروز فیلم میگیرم، تولد یه خانومی هست به نام افسانه، 5 دسامبر. من 50 سال پیش 15 تومن پول جیجیبی میگرفتم هفته ای، و از این پول تو جیبیم صرفه‌جویی میکردم حدود 200 تومن، و هر 5 دسامبر میمدم از این گل فروشی یه دسته گل ارکیده میخریدم و میرفتم خونه دوستم که ته این خیابون بود که این دسته گل رو بهش بدم. هر سال 5 دسامبر، شب 5 دسامبر. اصولا درباره خودم هیچ وقت تو کلیپام صحبت نمی کنم، ولی دیگه چون که دیگه آخر خطم و شما همتون دوست منین، خواستم این لحظه رو با شما شیر کنم. اون موقع تو این خیابون اینقدر ساختمون نبود، اصلا آسفالت هم نبود، وسطش یه تیکه آسفالت بود و همه جاش بیابون بود. یادم زمستون از این پوتینای کفش ملی میپوشیدیم، من 11 سالم اینجورا بود. بعد افسانه خوشگل‌ترین دختر مدرسه رازی بود، انقدر پوستش لطیف بود که رگاش از لای پوستش معلوم بود، و منم هیچ متوجه نبودم که من کجا اون کجا. همیشه خود فکر به یه دنیای به اصطلاح که وجود نداره و عدالت توش هست من توش بودم و اشتباه میکردم. برای اینکه افسانه باباش یه آدم خیلی مهمی بود، و اصلا من که فقط 2 شلوار داشتم و 2 بلوز، یکی رو میشستم یکی رو میپوشیدم، اصلا کسی نبودم در مقابل اون، ولی متوجه نبودم. خلاصه تمام سال پول تو جیبم جمع میکردم و یه همچین روزی شب میرفتم، خودم خجالت میگشتم منم دست گل بدم، از یه کسی خواهش میگردم از گل فروشی بیاد و بره بده و نظارت میکردم که داده. راستی میونه صحبتمون، تو این خیابون یه همچین ساختمونی ساختن، تو تهرون کم پیش میاد یه ساختمونه قشنگ بسازن، خواستم اینم بهتون نشون بدم. اینجایی که میرسیدم قلبم شروع میکرد زدن، خجالت میکشیدم، عرق میکردم، میترسیدم، تا اینکه برسیم تای خیابون، خونه شون اونجاست. بعد بعضی وقتا زنگ میزدم با تلفن، شماره شون هنوز یادمه، 27-14-02، زنگ میزدم که فقط صداش رو بشنوم و قطع میکردم. بعد از شور هیجان بعضی وقتا زبونم میگرفت، حتی وقتی میخواستم باهاش صحبت کنم اینجوری میکردم. بعد باباش که یه پست خیلی مهمی در مملکت داشت، رئیس دانشگاه بود، وزیر دربار بود، آدم بسیار باسواد و بسیار درست و میهن پرست و خوبی بود، من دوستشون داشتم اینا رو، همه رو هنوزم دوستشون دارم و خیلی بهشون احترام دارم. باباش میگفت افسانه بیا بابکه. وای من از خجالت آب میشدم که از لکنت زبون من میفهمید که من کیم. اون خونه آجر سرخی است. بعدش انقدر من عاشق این دختر بودم که وقتی زنگ ورزش میشد لباس تو رختکنه سالن ورزش میذاش، با میسادم همه که رفته بودن میرفتم از روی یک کت جیر سرخ داشت، بعد میرفتم از او کتش با موچین موهاشو جمع میکردم، دسته میکردم، نگه داشتم. این خونه است، دم این در وام ایستادم. یه باغ بزرگی هم داشتم با یه استخر، یه بارم منو برای تولدش دعوت کرد. خلاصه موهاشو جمع میکردم و تمام لحظات مرزرم میگذردم که از یه پنجری از یه جایی نگاش کنم.
نمیدونم سیر نمیشدم از نگاه کردنش. هنوزم خونه شون هست و کسی خرابش نکرد. در هر حال خواستم این روزو و فکرامو با شما تقسیم کنم و این خاطراتو بهتون بگم. الانم سان دیگو استاد دانشگاه است، قبلش هم توی آریزونا کار میکرد و لیدرشپ درس میده. یه خواهر خیلی خوشگلم داشت، داره هنوز، به نام فیروزه، که اونم یه دانشمند، یه فیلسوفی، خیلی آدمای درست و خوبی هم. نمیدونیم بچه بودم این دیوار و سرخ و این چیزا برای من چقدر مقدس بود، هنوزم هست البته. من فکر نمی کنم آدم باید عقایدش عوض بشه. این در نمیدونی برای من چه معنا داره، باغبونیشون از این یا سرایدارشون از این در میمد، گلار من اینجا میستادم میگرفت، من قلبم 200 میزد. خلاصه اون زمان گذشت. پدرش هم گاه به گاه تو یوتیوب نگاه میکنم و از صحبتش همیشه خوشم میاد، ولی یه سوالی ازش دارم. خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم بهش احترام دارم، خیلی هم من باسوادی. گله میکنه از اون زمانی که مسئولیت داشت در مملکت، میگه این نمیباس میشه، این حرف رو نمیباس میزدن، این کار نمیباس میکرد. من بدون این که هیچ عیب ایرادی از ایشون بگیرم، من میگم آدم وقتی این مسئولیت مهم داره و برخلاف رئیس آدم، برخلاف آدم حرف میزنه، خب کاری نداره، آدم استعفا میده. من میگم شما اگر بالاخره این فکرهایی که درسته، فکراتون هرچی هم میگین درسته، خب استعفا میدادین میرفتین. قدرت، پول انقدر مزه نداره که آدم عقاید اساسی خودشو پایمال کنه. قدرت چیزی نیست، بزرگترین قدرت احترامی است که مردم به آدم دارن. الان بغل خونهشون هم باغ درست کردن و سعی میکنم آخرین کلیپ هم چند تا عکس از افسانه بذارم که فکر نکنین دیوونم. واقعا زن بی نظیر زیبایی بود و هست. ولی خب یه چیز هم در آخر بهتون بگم، متاسفانه دخترها وقتی که جوونن یه خود منطقی فکر نمی کنن. به قول یکی از دوستایی که توی این منطقه داشتم به من یاد میداد، میگفتم که خب چرا با این ازدواج کردی؟ میگفت که چون که زبونش چرم بود و چشماش خمار. من هنوز که نفهمیدم که چشم خمار یعنی چی، زبون چرم و نرم یعنی چی. خب آدم فکرشو درست میکنه، آدم با یکی ازدواج میکنه که تحصیل داشته باشه، صداقت داشته باشه، سنش به آدم بخوره و آدم بتونه یه اون باهاش زندگی کنه. این بود داستان افسانه افسانه‌ای و خاطراتی که من ازش دارم و خب هیچ وقت هم یادم نمیاد.